شناختن. و یکی از اون چیزهایی که به حساب برای من حداقل این ناراحتی رو ایجاد کرد، ورود یک آدم یعنی یه ایرانی که پدرش خودش در براندازی رژیم قبلی 100% دخیل بودن و حالاش هم تنگاتنگ با جمهوری اسلامی کار میکنن. فکر میکنم واقعا یک چیزهای ادوایس های درستی ندادن و ایشون هم آدمی بود که فکر میکرد به نفع مملکتشه که بیاد با اینا کنار بیاد. همین من عذر میخوام حرفتون رو بریدم، ولی برداشت من این بود که این پیام با پیام گذشته خیلی خیلی فرق داره. این فقط خطاب با ملت ایرانه. ما اینو میخواستیم. در تایید صحبت شما آقای تیمایی، هر بودون کاملا درست. ببینید آقای اوباما خب مثل هر رئیس جمهوری، رئیس جمهور آمریکا استفاده میکنه از اطلاعاتی که مشاوران به اون میدن، وزیراش و افراد دیگری که به صورت مشاور در وزارت امور خارجه و بخش های دیگر دولت آمریکا کار میکنه. و اگر که این مشاورها مثل سالهای گذشته اطلاعات غلط به ایشون بدن، خب نتیجه تصمیم گیری ایشون و پیام ایشون هم غلط خواهد بود. همینطور که نه فقط در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگری در دنیا، گاهی اوقات رهبران آمریکا و همینطور رهبران اروپا، رهبران کشورهای دیگه تصمیمات اشتباه گرفتن بر اساس اطلاعات اشتباه. و همین که به صورت ما مردم ایران باید فعالیت خودمون رو برای نجات ایران ادامه بدیم. حالا زمانی که می‌بینیم که دولت آمریکا یا رهبران آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگر در مورد مسائل ایران درست تصمیم می‌گیرن، خب اون باعث خوشحالی است. زمانی هم که به نظر ما تصمیماتشون درست نیست و به نفع مردم ایران نیست، خب اون موقع باعثی که انتقاد رو بهشون گفت و تذکر داد که اون راهی که میرن اشتباه است و شاید گوش کنن، امیدوارم که در موارد این نتیجه داشته باشه. ولی به صورت این که جهت مثبت دیده میشه در پیام ایشون که امسال از سال گذشته بهتر بود و محتوای بهتری داشت، خب اون باعث خوشحالی است. امیدواریم که به همین صورت در آینده ایشون با مردم ایران در حقیقت از مردم ایران پشتیبانی بکنه و اون روش که در گذشته گاهی اوقات دنبال کردن که فکر میکردن با رژیم جمهوری اسلامی میتونن جوری کنار بیان که فایده نداشته، تا حالا این رو کنار بذارن، برای اینکه فایده نه برای مردم آمریکا خواهد داشت نه برای مردم ایران، که تا الان در این دو سالی که آقای اوباما رئیس جمهور بوده مذاکراتی که داشتن به جایی نرسید و در آینده به جایی نخواهد رسید، به خاطر اینکه حسن نیت در جمهوری اسلامی در این مذاکرات نیست. باشد مطلب دیگر خدمتتون بگم، چون بازم مربوط به صورتی به ایران میشه، راجع به سوریه است. میدونید سوریه یکی از مهمترین دولت‌های رژیم‌هایی است که با جمهوری اسلامی همکاری داره از همه لحاظ. و مسئله که اخیراً اتفاق افتاده بسیار جالبه و اون این است که با وجود سرکوب شدیدی که رژیم سوریه ده‌ها سال انجام میده بر علیه مردم سوریه، تظاهرات بسیار بزرگی در روزهای اخیر در سوریه بوده و مردم واقعا نفرت خودشون رو از این وضع بدی که برای مردم سوریه ایجاد شده این رو نشون دادن که در تمام دنیا انعکاس پیدا کرده. این رژیم بعثی سوریه و این خانواده اسد واقعا فسادی که در سوریه ایجاد کردن مردم رو عاصی کرده و همینطور جنایاتی که علیه مردم سوریه انجام دادن. شما میبینید که از زمانی که این حکومت رژیم بعثی در سوریه ایجاد شد در سال 1963 تمام سازمان‌های سیاسی رو اینا ممنوع کردن، یعنی هیچ سازمان سیاسی غیر از حزب بعث رو اجازه فعالیت بهش نمیدن و مردم رو در یک شرایط امرجنسی با یه مقررات امرجنسی بسیار بسیار شدید و حالت اختناع این مردم رو زیر فشار گذاشتن و مردم بالاخره موقعی که میدونن که در مصر و در تونس و در جای دیگه مردم تظاهرات میکنن برای گرفتن حقشون، در سوریه هم این کار رو انجام بدن و رژیم طبق معمول طبق روش حکومت بعثی که در ده ها سال اجرا کردن با خشونت با اسلحه به مردم حمله کرده و ده ها نفر در شهرهای مختلف در سوریه کشته شدن متاسفانه و این سابقه داره. این از لحاظ تاریخی
متاسفانه این رژیم جنایت بر علیه مردم سوریه زیاد کرده. یک نمونهش در سال 1982 به دستور حافظ اسد ده ها هزار نفر در سوریه کشته شدن مخالفان رژیم بعثی. در دنیا این تظاهرات اخیر در سوریه انعکاس زیادی داشته. سازمان عفو بین الملل و سازمان های دیگر حقوق بشر شدیداً و سازمان ملل همینطور شدیداً اعتراض کردند به حمله به مردم در سوریه. و سوریه ببینید همکاری مختلفی که با جمهوری اسلامی داره، یه قسمتش هم فعالیت تروریستی است. همونجور که میدونید یک کمیسیون مخصوصی، کمیسیون ویژه سازمان ملل هستش که داره رسیدگی میکنه به قتل نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری، که اطلاعاتی که تالا به دست رسیده و نشون میده این است که این دولت سوریه و حزب الله بودن که با هم در قتل رفیق حریری دست داشتن. اینها یه همچین سابقه در منطقه دارن، نه فقط در سوریه، در کشورهای دیگه مانند لبنان هم از این فعالیت ها میکنن و فعالیت های تروریستی، و در کشورهای دیگر منطقه در عراق اینا فعالیت تروریستی دارن. و این امیدواریم که مردم سوریه بتونن از این وضعی که ایجاد شده رها بشن و نجات پیدا کنن، و شاید اگر مردم سوریه بتونن یک حکومت بهتری داشته باشن، این در آینده برای مردم ایران هم نتیجه مثبتی داشته باشه، اینکه یکی از هواداران جمهوری اسلامی در منطقه هست بشه. بسیار بسیار متشکرم جناب حداد، بسیار سپاسگزارم. با توجه به وقتی که داریم دلم می‌خواست که بازم بیشتر صحبت بشه و شاید در جلسات بعد با خبرهای بهتر برای سال جدید واقعا آرزو کنیم که به نفع مملکتمون و ملتمون با خبرهای خیلی امیدوار کننده تر مطالب رو بفرمایید. به هر حال اینطور باشه. خیلی ممنون از شما آقای پیمان، سپاسگزارم. بینندگان گرامی، یک مختصری ما یعنی یک سازمان سیاسی باید مطالب و به اصطلاح خلاصه شده به اطلاع بینندگان برسونه. یه عده‌ای هستن که واقعا ممکن دسترسی نداشتن یا از مطالب اون نتیجه گیری هایی که فرض کنید آقای حداد، اینا تنها نتیجه گیری خود شخص خودش نیست، بلکه با مراجعه به رسانه های مختلف، مجلات، روزنامه ها، تمام اینا رو یه جا میذاره و از اونا خلاصه‌شون رو نتیجه گیری میکنه و این برای ما لازمه که اینو در جریان بذاریم. و اما مسئله دیگه این رو که بنده میخوام امروز دوباره عنوان کنم، گویین که چندین بار من یا دیگر هموندانمون به این مسئله اشاره کردیم و سالها قبل هم این مطلب رو ما تعقیب کردیم با نوشتن مقالات، مصاحبه های رادیو تلویزیونی. کشور ما امروز یعنی 32 ساله که گرفتار یک به حساب